ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی بیا، ماه شوق و لذت. فضیلت ماه شریف رمضان. به نام عزت پاک، با عرض سلام و ادب و احترام، سلام علیکم برادران و خواهران عزیزم. امروز در این نوار یک چند سخن درباره ماه شریف رمضان میکنیم. خداوند در سوره بقره چنین میگوید: به نام خداوند بخشنده و مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه داشتن بر شما مقرر شد، همچنانی که بر کسانی که پیش از شما بودند مقرر شده بود تا پرهیزگار شوید. در این آیه به ما معلوم شد که روزه داشتن بر ما فرض است، یعنی خداوند روزه ماه شریف رمضان را بر ما فرض گردانیده است. و همچنان که به کسانی که پیش از ما بودن، یعنی یهودیان و نصرانی ها، همچنان که بر آنها فرض شده بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ماه رمضان ماهی است که در آن برای رهنمایی مردم و بیان راه رفشنی هدایت و جدا ساختن حق از باطل قرآن نازل شده است. پس هر کس که ماه را ببیند باید که در این ماه روزه بدارد، و هر کس که بیمار یا در سفر باشد به همان عدد از روزهای دیگر روزه بگیرد، یعنی روزه قضایی را. خدا بر شما آسانی را می خواهد، نه سختی را، و تا آن حساب را کامل سازید و خدا را به آن سبب که رهنماییتان کرده است به بزرگی یاد کنید و شکر گویید. در این آیات ها به ما معلوم گشت که روزه داشتن به هر یک مسلمانی بالغ فرض است، به جز شخصانی که در سفر هستند یا بیمار هستند. و بیمار وقتی که تبابت می یابد یا که مسافر به جای خود می رسد، آنها باید این روزه را قضا بدارند. مسئله دیگر، این شخصان کهنسالی که ضعیفن و لاغر هستند و روزه داشتن نمی توانند، چی کار بکنند؟ علمای اسلام جواب می دهند که آنها باید در هر یک روز رمضان یک مسکین را بخورانند، یعنی خرج تعام یک روزه را به مسکین و کمبختان بدهند. از عبدالله ابن عمر، خداوند از آنها راضی باد، روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: اسلام بر پنج چیز بنا شده است: شهادت دادن بر این که غیر از الله تعالی دیگر هیچ خدای وجود ندارد، و این که محمد بنده و فرستاده اوست، و برپا داشتن نماز و دادن زکات و خانه الله تعالی را حج کردن، و روزه داشتن ماه رمضان. برادر و خواهری عزیزم، ماه مبارک رمضان به جهت نزول قرآن کریم در آن و ویژگی های منحصری که دارد در میان ماه های سال قمری برترین است. ای مسلمانان، ماه خدا با برکت و رحمت و مغفرت به شما روی آورد. ماه که نزد خدا از همه ماه ها برتر و روزهایش از همه روزها و شبهایش از همه شبها و ساعتهایش از همه ساعتها برتر است. ماه است که شما در آن به مهمانی خدا دعوت شده و مورد لطف او قرار گرفته اید. نفسهای شما در آن تسبیح و خوابیدنتان در آن عبادت، عملتان در آن مقبول و دعایتان در آن مستجاب است. بهترین ساعتی است که خداوند به بندگانش نظری رحمت می کند، و شب بهترین این ماه شب قدر است که برتر از هزار ماه است، و فرشتگان در این شب به اذن خدا فرود می آیند و جمیع مقدرات بندگان را در طول سال معین می کنند. پس این شب را از دست مدهیم. پس برادر و خواهر عزیزم، زندگی این دنیا، مال و ثروت این دنیا، حب این دنیا تو را از بهترین ماه، بهترین روزها، بهترین شبها و بهترین عملها که در این ماه انجام می دهیم
و حتی خواب ما که در آن عبادت حساب می شد تو را جدا از این نعمت ها نکند. پس برادر و خواهری ایمانیم قدر این نعمت ها را بدان. شخصانی بودند که می خواستند این ماه را دریابند و در این ماه روزه بگیرند، اما که مهلت آنها بود شده بود این دنیا را ترک کرده رفتند. و تو که الان حیات داری و فرصت داری، این فرصت را از دست مده. فرصت بازگشت به سوی الله است، فرصت توبه و مناجات است، فرصت است که عملها یک چند مراتبه زیاد می شود، فرصت است که الله مهربان دعاهای ما را قبول می کند. پس این فرصت را از دست مده. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند. القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي